دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن هستیم. اگر ایشون مایل باشن با شما سلام علیک و احوال پرسی کنند تا ما اون سوالات یا تاپیک امروز رو بگیم و ایشون به قول آمریکایی‌ها الابریت کنن یا باز کنن، بستش بدن و دربارش توضیح بدن. خیلی خوش آمدید آقای لادن، بفرمایید. سپاسگزارم و درود به بینندگانتون. بله، این دوستان وقتی که ما برنامه میذاریم، اینم باز باید از شما تشکر کنم، چون توی برنامه ها گفتیم و میگیم که اونها هم اگر سوالی دارن میتونن بپرسن، اگر نظری هم دارن میتونن مطرح کنن نظرشون رو و شما در موردش صحبت میکنید. یه موضوعی که چند نفر از شما به اصطلاح سوال کردن و ما سعی میکنیم اینایی که جنرال هست اونها رو پاسخ بدیم، میگن که شما در مورد نحوه به سلطنت رسیدن پهلوی پدر و پسر نوشتید و می نویسید و صحبت می کنید، در مورد نفت، نفوذ و سیاست انگلیس در ایران صحبت می کنید، درباره مبارزات مصدق، ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد و درباره انقلاب 57 ویدیو ساختید و می سازید و در صحبت کردین و در مورد فجایع رژیم فقاهتی می نویسید و گفتگو می کنید. حالا در این شرایط بحرانی بگویید چه باید کرد؟ برنامه گذار از جمهوری اسلامی چیست؟ چگونه میتوان رژیم ملاها را سرنگون کرد؟ حالا این یا سه تا سؤاله یا هر سهش به اصطلاح دور یا حول یک محور و مطلب هست. من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. سپاسگزارم. در پاسخ به این پرسش ها، اندیشکده آگاهی و شناخت با هدف رهایی مردم و نجات ایران شروع به کار کرد. در مورد لازم است که راجع به براندازی و جایگزینی مطالبی رو با همدیگه مرور کنیم. براندازی بدون یک برنامه مشخص جایگزینی دوباره ما رو به کجراهه میکشه. در براندازی شاه روح کثیری میگفتن شاه برود هر کس بیاید بهتر است. یعنی چی؟ یعنی براندازی بدون برنامه جایگزینی. و امروز عده قابل توجهی میگن باید تفاوت هامون رو کنار بذاریم، گرد نکات مشترکمون دور هم جمع بشیم و رژیم رو سرنگون کنیم. عده دیگری میگن که باید اول رژیم رو براندازیم، بعد در یک رفراندوم بیایم انتخاب کنیم که چه نوع سیستمی میخوان. از دید ما اینها یا کمدانن و یا مغرض و یا خدای نکرده عوام فریب هستن. چرا؟ چیز رو اینجا مشخص کردیم، سه موضوعی رو، سه موردی رو: مخالفان رژیم، مردم و عدم آگاهی، و سوم برنامه جایگزینی. راجع به مخالفان رژیم یعنی اپوزیسیون، میبینیم که پس از گذشت 4 دهه قادر نبودن و نتونستن یک گروه منسجم همگام همصدا به وجود بیارن. بارها اشخاص مختلف با هم جمع شدن، یک گروهی تشکیل دادن، اعلام موجودیت کردن، ولی پس از یه مدت کوتاهی با انشعاب، ناکامی و شکست روبرو شدن و به جای اینکه بررسی کنن که چرا شکست و ناکامی، یا اینکه بیان ارزیابی کنن که چرا با انشعاب روبرو میشن، ای دوباره سازی میکنن. یعنی یه دیگه میان یه گروه دیگه به وجود میارن. عامل بازدارنده و تخریبی دیگر اپوزیسیون میبخشیم خودشیفتگی و خودمحوری در حدی است که نه یک دیگر را قبول دارن، نه با به یک دیگر اعتماد می کنن و نه یک دیگر را می پذیرن. و در برخی ها جنون مطرح بودن در حدیه که پیروزیشون رو در شکست و ناکامی دیگران می بینن و مرتب مشغول سمپاشی هستن. و ما می رسیم به مشکل دوم، مردم و عدم آگاهی. مشکل ما با رفراندوم عدم آگاهی مردم در مورد موضوعیه که دارن بهش رأی میدن.
شما نگاه کنید که در رفراندوم انقلاب سفید شاه 99.9% و در رفراندوم خمینی جمهوری اسلامی آری یا نه 98.2% رأی مثبت دادن. پرسش اینجاست که اون 98.2% میدونستن جمهوری اسلامی چیست، چارچوب و ضابطش کدام است و حق و حقوق مردم در این سیستم چگونه است و از چه حق و حقوقی برخوردار هستند؟ هیزم زندگی جهنمی در ایران بیخبری، بیدانشی و بیبینشی عمومی است. شعار رفراندوم سلطنت طلبان که انتخابی است ما بین جمهوری اسلامی و سلطنت، یک نوع عوام فریبی است، انتخاب بین بد و بدتر. اگر حکومت شاه خوب بود که میلیون ها تن انقلاب نمی کردن و او رو سرنگون نمی کردن، در زمینی که ارمغان 2500 سال سلطنت، کشوری عقب مانده، ملتی درمانده و فرهنگی مریض بوده. رفراندوم باید بین دو یا چند سیستم باشه، چارچوب و ضوابطش برای مردم کاملا باز و مشخص باشه و بعد از اونم تازه با گفتگو و بحث بیان مشخص کنن که حق و حقوق مردم چیه و مسئولیت حکومت چگونه است. یعنی باید این حکومت که انتخاب میکنن پاسخگوی خواسته‌های مردم باشه. مشکل سوم برنامه جایگزینیه و برنامه جایگزینی رو میخوام از دید اندیشکده برای بینندگانتون باز کنم. اندیشکده با این جمله شروع میکنه که رهایی مردم و نجات ایران نه در اصلاحات رژیم فقاهتی، نه در رفراندوم عوام فریبانه، نه در بازگشت سلطنت، نه در گروه ظهور قهرمان است. امروز خردگرایی و پذیرش ارزش و آبروی انسان حکم می‌کند که همه چیز باید برای زندگی انسان و در خدمت انسان باشد. نوع حکومت، قوانین حاکم بر جامعه، آموزش و پرورش، سیستم اقتصادی، حتی ایدئولوژی و مذهب، همه و همه باید برای آسایش، آرامش و پیشرفت انسان باشد. در این مورد یک داستان کوتاهی رو در مورد اهمیت و ارزش مردم که همه چیز باید برای اونا باشه صحبت میکنیم. میگن آقای خاتمی موقعی که رئیس جمهور بود با هیئت وزرا میرن به سنگاپور و ملاقات هایی دارن و بعد روز آخر خواهش میکنن که اگر امکان داره اینا یک ملاقاتی بکنن با کوان لی یو. کوان لی یو پدر سنگاپوره که در اون زمان یک پیرمرد سالخورده‌ای بوده و میشنن در یک دیداری با کوان لی یو و آقای خاتمی میپرسه که شما فکر میکنین که ما در ایران بتونیم موفقیتی رو که شما در سنگاپور به وجود آوردین داشته باشیم؟ خب قبل از اینکه پاسخ ایشون رو بدم بد نیست یه خورده درباره سنگاپور برای بینندگان بگم. سنگاپور تا 1959 مستعمره انگلیس بود، یک شبه جزیره کوچیکیه، زیادم جمعیت نداره، امروز جمعیتش 4 میلیونه، ولی هیچ منابعی نداره، هیچ منبع درآمدی نداره و کوان لی یو میشه رهبر سنگاپور در 1960. فکر میکنه پیش خودش که من چی کار کنم که بتونیم یک تعادلی به وجود بیاریم و مردم بتونن آسایش و آرامش داشته باشن. چوش میگه شاید بهترین راه سوسیالیستی باشه که من ثروت ها رو تقسیم کنم. بعد به این نتیجه میرسه که عالی ترین و بهترین نحو تقسیم ثروت اینه که این سرمایه ها رو صرف آموزش و پرورش بکنه که تمام جامعه از آن خانواده کشاورز و کارگر و کارمند تا این گروه
دست که خیلی خیلی ثروتمند هستن، همه فرزنداشون یکسان بتونن از آموزش و پرورش رایگان استفاده کنن. به نظر من خیلی جالبه که ایشون میگه تقسیم ثروت باید در روز میذاره رو آموزش و پرورش، یعنی اینقدر آموزش و پرورش اهمیت داره. اینو در نظر داشته باشید. نالا بریم در ببینیم که آقای کونلی چه پاسخ میده به خاتمی. به خاتمی میگه نه. خب به خاتمی و دستش خیلی داره، دستش خیلی توهین‌آمیز براشون بهشون برمیخوره. بعد شرح میده، میگه شما در میهنتون زندگی امروزتون براتون ارزشش خیلی خیلی کمتر از زندگی فرداتونه. یعنی شما دنبال ساختن زندگی پس از مرگ هستین. ما در اینجا زندگیمون همینجاست، تمام تلاشمون، کارمون، هر چی انجام میدیم برای اینکه امروز مردم آگاه باشن، راحت باشن، آسایش و امنیت داشته باشن. بکردم این میتونه نشون بده که اون مسئله‌ای که ما میگیم همه چیز امروز برای مردمه یعنی چی. اندیشکده بر این باوره که تنها خواست مردم پایه و اساس قانونمندی دولت میباشد و آزادی سخن مهمترین و نخستین وظیفه دولت است. برنامه جایگزینی اندیشکده بر پایه چه میخواهیم و چه باید کرد میباشد. در این راستا ببینیم چه نمیخواهیم. حکومت‌های خودکامه فردی نمی‌خواهیم. حکومت‌های خداسالار یعنی مذهبی نمی‌خواهیم. و چه نباید کرد؟ کشور نباید مذهب رسمی داشته باشد. ببینید اینجا باز یه داستان کوچیک و اون که موفقیت آمریکا در به وجود آوردن یک دموکراسی که واقعاً با بقیه دنیا قابل مقایسه نبود، نداشتن مذهب رسمی. قانون اساسی آمریکا با جمله We the people، ما مردم آغاز میشه و واژه خدا عمدن در قانون اساسی آورده نشده. به این جانوری که در حال حاضر با دار دستش داره حکومت میکنه نگاه نکن، اینا موقتی هستن. خیام میگه که یک قطره آب بود با دریا شد، یک ذره خاک با زمین یکتا شد، آمد شدن تو اندر این عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد. ترامپ مگسی بیش نیست. و اما چه میخواهیم؟ حکومتی میخواهیم که مشروعیتش از مردم و مسئولیتش به مردم باشه. حکومتی که منتخب مردمه و پاسخگوی خواستهای مردمه. یعنی نیاز به پرپایی یک حکومت مردم سالار داریم. اندیشکده بر این باوره که تنها که مردم سالاری تنها سیستم خردگرایی است که پایه و اساسش قانونمندی و عدالت اجتماعی است. حالا اینجا از دوباره یه دونه پرانتز باز کنیم و اون که در سلطنت و مذهب مردم با شاه، با دربار و در مذهب با امام و روحانیت برابر نیستن، در مقابل قانون برابر نیستن. قانون در این دو نوع حکومت برای برقراری اطاعته. ادامه بدم یا پرسشی هست؟ بفرمایی. نه فقط این من بهتون بگم، ببخشید یکم من به شما حسودی میشه چون دوستان دارن آفرین و درود و بسیار عالی برای شما میگن. آقای ری شریف از کالیفرنیا نوشتن بسیار عالی، ایشان در مورد اپوزیسیون مسئله رقابت را مطرح کردن. پیر صاحب می نوشته که آفرین و درود بر شما و میخواستم بهتون بگم که دوستان از این نوع بحثایی که شما میکنید به اصطلاح خوششون میاد و وقتی شما یه هفته نمیان از ما میپرسن کی میان. به همین خاطر بود جمعه وقتی برای شما یه کاری پیش اومده بود من گفتم اگه بتونم دوشنبه از ایشون دعوت میکنم. شما لطف کردید قبول کردید، ولی حالا چون شما گفتید سوال کنید، من این یه بحث رو قبلا هم با شما کرده بودم که شما میگید که به اصطلاح قانون اساسی
آمریکا با وی د پیپل شروع میشه و هیچ جاش اسم خدا رو نیاورده، ولی ما بعد میبینیم که این گاد وی تراست روی پولاشون هست، روی اون سوپریم کورتشون اون ده فرمان هست. و نمیدونم شما این فیلم، البته باز توضیح خوبی دادید که گفتین حالا یه پشه آمده و میره، نگرانش نباشید، ولی اون فیلم رو شما دیدید که اون آقایی که لهجه انگلیسی داره توضیح میده که این ملا سیشن، اون خانم دختر ملا کی اسمش هاکوبی و خود همین ملا ترامپ که واقعا هیچ فرقی با ملا نداره، یعنی از لحاظ ادالتوری و از لحاظ شالاتانی و از لحاظ همه کارهای خلاف انجام داده، شاید هم الان فکر میکنه چون پیر شده این کار انجام بده، بلکه خدا راش بده بره تو بهشت اگه بهشتی باشه، ولی از لحاظ درویی یه چیزی میگن یه چیز دیگه عمل میکنن. این ثابت کرده که هیپوکرات میگن دیگه اینا تا حالا بوده. بعد ایشون میگه جانور واقعی ترامپ در شخصیت. بله، این اون قسمتش رو شما چجوری توضیح میدین که درست قانون اساسی با وی د پیپل شروع شده، ولی هنوز که هنوزه مثلا جلو بعضی از دادگاه ها ده فرمان سنگای بزرگی گذاشتن که مردم باید سالها شکایت و تظاهرات کنن که اصلا اگر سپریشن آف چرچ و استیت هست این چه کار میکنه اینجا، بعضی هاشو بر میدارن بعضی هاش هنوز که هنوز مردم زورشون نرسیده. بفرما. کاملا شما درست میگین. اتباقا من چند مقاله در این مورد نوشتم و که از دید من بعضی از این اشخاص نه تنها کاملا شبیه ملاهان، حتی آیت الله دارن، چند تاشون برنامه های تلویزیونی دارن. ببینیم، اینی که اشخاص قانون رو چگونه تفسیر میکنن و چگونه راه کلک زدن پیدا میکنن، میتونیم مثال خیلی زندهش رو نگاه کنیم به قانون مشروطیت خودمون. قانون مشروطیت ما در زمان خودش در اون کنج دنیا یک چیز بسیار پیشرو و پیشرفته‌ای بود و مردم کاملا متوجه نمیشن. بعضی وقتا فکر میکنن که میخوان این قانون اساسی ایران رو رفت بدن یا مقایسه کنن با بهترین قانونهای اساسی دموکرات دنیا. نه، قانون اساسی اولین هدفش مشروط کردن قدرتش پادشاه، که پادشاه بی نهایت صاحب همه چی و صاحب ملت نباشه. این اولین هدفش بود و 100% در اون هدف موفق شد. ولی ما قانون اساسی داشتیم، قانونمون مشروطیت بود و در یک زمان کوتاهی که احمد شاه بود تا اینکه انگلیس‌ها تصمیم گرفتن کودتا بکنن و یه آدم قلدری رو بیارن سر کار، این قانون مشروطه اجرا میشد. اتفاقا اگه خاطرتون باشه من توی یکی از گفتگوها اینو بیان کردم که وقتی که اون قرارداد 1919 تحت الحمایه کردن ایران چجوری فاش شد، اون موقع جراید در ایران هنوز آزاد بود و اینو برملا کرد. پس بنابراین قانون اساسی رو اگر باهاش طبق قانون اساسی رفتار کنیم این مسائل پیش نمیاد. اینایی که الان شما میبینین مثل آقای سشن یا مثل بعضی ها که دست راستی ها که الان میخوان از همه این مسائل استفاده کنن و یه جوری بکننش قانون شریعه و ده فرمان رو بیارن، این اتفاقا میفته، این گفتار پیش میاد، حتی یه حرکت هایی میکنن ولی ناموفقه. اتفاقا شما راجع به این صحبت کردین که این God be trust، ولی خب اولا این God be trust در قانون اساسی آمریکا اصلا وجود نداره. این توی اوایل قرن 20 به وجود اومد. آخه ببخشید حرفتون رو قطع کنم، مشکل اینجاست که مردم هر روز با پول سر کار دارن و هر روز این God be trust رو میبینن، ولی خیلی ها هستن اصلا قانون اساسی بنده من اینجا دارم از روز اولم تو جیب بغلم بوده و ما من و شما بیشتر قانون اساسی آمریکا رو میدونیم تا خود آمریکایی ها. آمریکایی چشمش به این پوله که هر روز میده تو 7-11 کافیشو میگیره، از میده مشروبشو میگیره، روی اون پوله اینا پیام هاشونو منتقل کردن به مردم.
In God we trust. ولی به قول شما بله، یک کلمه از خدا توی قانون اساسی نیست. بفرم. کاملا. ولی خب در ضمن روپول یه چیز دیگه هم هست، به لاتین نوشته ای پلوربوس اونم، به انگلیسی میشه from many nationality we made one nation. یعنی اینا آمدن از تمام کشورها یک کشور به وجود آوردن، از تمام ملت‌ها یک ملت به وجود آوردن. آقا کاش که اینو با انگلیسی می‌نوشتن که این ترامپ شالاتان حداقل بفهمه. فکر کنم که این با لاتین نوشتن. من عقیده اینه که مسئله این نیستش که چجوری در یک زمانهایی از این قانون از قانون سوء استفاده میکنن یا چه حرکت هایی میکنن، بلکه چون واقعا خود قانون اساسی که قدرتی نداره بیاد بخواد بزنه تو سر ملت. قانون اساسی رو باید مردم پیاده کنن و حمایت کنن. و حسن آمریکا اینه که اون دارم سعی میکنم واژه فارسی یادم بیاد، چک اند بالانس، که یک چیزهایی در حکومت گذاشته شده که میتونن همدیگر رو یا خود کنترل کنن. الان این جانور داره تلاش میکنه که پاشو از گلیم خودش درازتر کنه و من اصلا سورپرایز نخواهم شد اگر ایشون ایمپیچ بشه و کشیده بشه به دادگاه. به هر حال قانون اساسی آمریکا درش مذهب رسمی وجود نداره و اینی که یه نفر بخواد یک شغلی بگیره، هیچ وقت در آمریکا نمیپرسن که تو دینت چیه، یعنی که قانونی نیست، برخلاف قانون. به هر حال امیدوارم که یه پاسخ کوتاهی داده باشم به این موضوع. اگه برگردیم به ادامه گفتگومون، اندیشکده میگه برای ساختن یک جامعه سالم مدنی هم نیاز به اهداف مشخص و شفاف و هم نیاز به مسئولانی داریم که دنبال منافع شخصی و مطرح بودن نباشند. برای ساختن فردای ایران نیاز به راهبران و رهبرانی است که منافع جمعی و ملی را بر منافع شخصی ارجح می‌دانند و با پاکی و راستی و از خودگذشتگی برای رهایی مردم و نجات ایران گام برمی‌دارند. مسئولیت حکومت مردم سالار تأمین رفاه و آسایش همه شهروندان در سراسر کشور می‌باشد. وظیفه حکومت مردم سالار نجات ایران از بیکاری و بالا بردن سطح زندگی کارگران، کارمندان و کشاورزان است. مهمترین وظیفه دولت تولید کار با درآمد کافی در سراسر کشور است. سپاسگزارم. ممنونم. حالا درباره اینکه چگونه میتوان رژیم ملاها را سرنگون کرد، باز این بحثیه که میشه همینجوری هر روز سوال کرد. واقعا چی فکر کنید؟ و ضمناً شما این تأسیس اندیشکده تاریخش 1390، یعنی امروز که 1397 هست، نشون میده شما سال 1390 7 سال پیش به این نتیجه رسیدید که هیچ کدام از این سازمان‌ها و جنبش‌ها و اشخاصی که وجود دارن خواسته شما رو برآورده نمی‌کنن که شما یا به اونها بپیوندید یا دنبال اونها باشید. درست میگم اینو؟ همینطوره. خب پس ببخشید اینو میگم، ولی ملتی که شرایطش اینجوریه باید به حال خودمون هر روز و هر شب گریه کنیم که نداریم یه نفر رو. من بعضیا که خیلی میان با من جنگ و جدل میکنن، میگم شما لطف کن اسم 5 نفر رو که بهشون اطمینان دارید برای من بنویسید. اصلا طرف میره انگار که دیگه وجود نداشته. در صورت دوستان این برنامه اندیشکده.net رو نگاه کنید. من میخواستم باز کنم، میگم متأسفانه وقتی باز میکنم وبسایت اینها خود به خود با اون صدا شروع میشه که باید یه بار من بازش کنم، فیلم ازش بگیرم، صدا نباشه، اونو برای شما بذارم. آدرسش اینه اندیشکده.net و آخر اندیشکده H رو ننویسید، فقط همون جوری که میگیم اندیشکده.net. بفرمایید. کاملا درست فهمیدین راجع به اندیشکده که
8 سال پیش، البته 8 سال پیش اندیشکده رو به وجود آوردیم، ولی من مدت‌ها بود که اون نوشته‌ها رو خودم به وجود آوردم که بتونیم اندیشکده رو روی اون نوشته‌ها برپا کنیم. و همینطور که شما اشاره کردین درباره نحوه سرنگونی، نه اون اگر بخوایم درباره نحوه سرنگونی صحبت کنیم اون یه مسئله جداگانه است. بله، چون من الان میبینم بعضی ها مثلا میاد میگه دستور آتش زدن بانک ها اینجوریش، نمیدونم تو خیابونا اینجوری کنید، لوله های آب این شلنگ ها را اینجوری میخ بذارید توش. بعد اصلا ببخشید اینو میگم، مثل اینکه اینا فکر میکنن الان همه ملت ایران این شخص رو قبول دارن و دستورات اینو اجرا میکنن. یه مدتی یه دیوانه ای که دلغک آخوندا بوده، جالب اینه که تا موقعی که آخوندا اینو به عنوان ملیجک خودشون قبول داشتن اونجا خدمت میکرد، بعد که اومد اینجا که بعد میگن شاکی بوده و شکایتای به اصطلاح شاکی داشته و شکایتای ازش شده، حالا ایشون شده بود رهبر این انقلابات و میمد به دروغ میگفت که ما با سازمانهای آمریکایی هم تماس گرفتیم، همه تایید کردن این کارو بکنید اون کارو بکنید. یه چند تا بچه جوون بیگناه رو هم تو ایران اسیر دست این آخوندا کرد، انگار که اونا کم میگیرن، که اینم کمک کرد. بله برو فلان ساعت اونجا، اونا هم رفتن گرفتن، درست همون کاری که حقا انجام داد. ولی شما میگید در رابطه با اون به اصطلاح یه مراحل دیگه‌ای باید باشه، یک افراد دیگه‌ای باید باشن، نه؟ کاملا. ببینین من مسئله رو، علتی که اندیشکده رو به وجود آوردیم این بود که خود یه چیز مجزایی باشه از این مسئله که اشخاصی که نجاتشون رو از بیگانگان میخوان. شما با یه شخصی گفتگوی کردین توی برنامه‌تون که در این مورد صحبت میکنه که میره تو مجلس آمریکا و در مورد قانون اساسی با اونا صحبت. به نظر من اینا واقعا گمراه هستن، آدم های ساده لوحی هستن، اینا آدم های خوبی هستن. من آقای چمنارا رو واقعا میدونم آدم بسیار خوبیه و همین که اینا اصلا به اینا اطمینان میکنن نشون میدن که اینا چقدر ساده لوح و خوش آدم های خوبی هستن. ساده لوح هم کلمه خوبی نیست برای اینا، آدم های بر خوشباوری هستن. نه ببینید، من نمیگم آدم های خوبی نیستن، ما واقعا آدم های خوب بسیار داریم توی اپوزیسیون، آدم های خوب خیلی خیلی زیاد داریم، آدم های آگاه، کسایی که عشقشون به ایرانه. ولی چیزی که ماها رو آسیب پذیر میکنه کمدانیه. اینی که من بعضی وقتا لغت گمراه هم به کار میبرم، همین آدم آخه چجوریه که ما نمیدونیم که بیگانه دنبال منافع خودشه؟ این واقعا شوک‌آوره که چجوری اینا این باور میکنن که آمریکا میخواد اینا رو نجات بده. آیا دموکراسی آمریکا رو که هدیه بردن به عراق اینا چش ندارن، نمیتونن ببینن چه دموکراسی در عراق چیه، در سوریه چیه، چجوری لیبی رو متلاشی کردن؟ ما باید یه مقداری از یک زاویه دیگه به مسائل نگاه کنیم. نجاتمون در دست خودمونه و راهش هم داریم، نیاز به دیگران نداریم. ما نیاز به یک تعداد معدودی داریم که با هم گام بودن و هم اندیشه بودن برن جلو و اونا میتونن ایرانو نجات بدن. بسیار دنبال شخص نباید بریم. بسیار ممنون. شما راجع به کمدانی گفتید، یه دوستی داریم آقای پرویز نظامی، امیدوارم حالشون خوب باشه. ایشون از نیویورک با ما قبلا بودن و برنامه‌های تلویزیونی داشتن. ایشون در به اصطلاح تو انگلستان تحصیل کرده بود، کسی بود که این بنیاد پهلوی یا علوی هر چی که الان اسمش هست ایشون ساخته بودن اینها. و ایشون میگه که کمدانی خطرناکه، اصلا اینو به انگلیسی هم اون جملهش رو میگفت که کمدانی خطرناکه. اگر این بحث اول رو به اصطلاح میدونید کافی در مورد صحبت کردیم، من شما رو وردارم و بریم به اسرائیل. نظرتون چیه؟ حتما. خب اسرائیل میگن 70 سال از پیدایش این کشور میگذره یا گذشت، 70 سال جنگ و خشونت و سرکوب، برنامه اسرائیل چیه و چی میخواد؟ پرسش دوم هم که در رابطه با همین هست، خب شما بفرمایید تا بعد اونو من بگم که حتما. اسرائیل
سیاست اسرائیل هدفمند و برنامه‌هاش دراز مدت و هوشمندان است. هدف اصلی اسرائیل گسترش مرزهای اسرائیله. این برنامه گسترش مرزها ریشه در مذهب و ریشه در سیاست سیگونیستی داره. در مورد ریشهش در مذهب آیات نگاه کنم، آیات پیدایش در تورات که خداوند سرزمین بهشون گفتن ارت اسرائیل، یعنی سرزمین گسترده وسیع اسرائیل، این سرزمینو که ما بین رودخانه نیل و رودخانه فرات، دجله و فراته، خداوند اینو قباله پدر این آقایون کرده، پدر اسرائیلیا کرده، که شامل فلسطین، اردن، لبنان، سوریه و عراق، این بخش مذهبیشه. و اما گفتیم ریشه صهیونیستی داره. ریشه صهیونیستیش با اندیشه و نوشته آقای تئودور هرتزل به وجود اومد که یک کتابی نوشت. البته ایشون در اتریش زندگی میکرد و کتابش به آلمانی بود، Der Judenstaat، میشه The Jewish State یا کشور یهودیان. در سال 1896 ایشون اینو منتشر کرد. آقای هرتزل که 158 سال پیش در بوداپست مرکز مجارستان به دنیا آمد، در نوجوانی با خانوادش مهاجرت میکنن به اتریش و این تئودور هرتزل دبستان و دبیرستان و دانشگاهشو تا گرفتن یک مدرک ژورنالیستی در وین ادامه میده. آدم نسبت به مذهب بی‌تفاوت بود، ولی تجربه های رفتار ضد یهودی در اروپا اینو به شدت دگرگون کرده بود و یک اتفاقی میفته که اینو ارتباط میکنه به اون مسئله سیاسی که صهیونیستی میشه. و اون اتفاق این بود که در 1894 سربان آلفرد دریفوس، یک افسر یهودی فرانسوی بود، که اینو محکومش میکنن به این که تو داشتی اسرار ارتش فرانسه رو میفروختی به آلمان ها. این مسئله اثر خیلی زیادی میذاره روی هرتزل و هرتزل رو میکشه به سوی اندیشه صهیونیستی. حالا برای آگاهی دوستان، اونایی که نمیدونن، صهیونیسم یک جنبش سیاسی و ملیگرایی یهودیه که در اواخر سده 19 گرد اندیشه و این کتابی که خدمتون گفتم مراقای هرتزل شکل میگیره. و هرتزل در 1895 میشه رهبر این جنبش و هدف این بوده که بازگشت به فلسطین تا اون موقع قرنها یک رویا بوده، ولی با این کتاب تبدیل میشه به یه برنامه که باید بریم و اسرائیل رو برپا کنیم. 44 سال پس از مرگ هرتزل تشکیل کشور اسرائیل اعلام میشه. کسانی که علاقه دارن بیشتر در این مورد مطالعه کنن، یکی از کتابایی که میتونن نگاه کنن و ساده نوشته شده هست، هرتزل Artist and Politician. بفرمایید. خیلی ممنون. سوال دیگری هست. بله، این ماجرایی که اینا میخوان به اصطلاح مرز، تا اون مرزی که خودشون دوست دارن به دجله و فرات و اینها، خب چه جوری و به چه ترتیبی؟ شما اینجوری که گفتید یعنی این کتاب رودمپشون هست، یعنی طبق اون کتاب عمل میکنن؟ کاملا. جالبه اینجا که این یه جمله رو ته این چند دقیقه که من داستان اسرائیل براتون میگم، یه جمله رو چند بار تکرار میکنه و اون اینه: اسرائیل برای دستیابی به اهدافش از هیچ کاری و حرکتی مضایقه نمی کنه. این یکی از شعارهای موساد. حالا یه افسر عالی رتبه موساد می نویسه، میگه
برای ما یعنی موساد، همه یعنی دیگران یا دشمن هستن و یا هدف. منظورش از هدف تارگت، نشانه. هیچ چیز را به صورت دوست نمی نگریم. می نویسه موساد در بتن اکثر پلها در کشورهای عربی بوم جاسازی کرده که در صورت نیاز و یا وقوع جنگ بتواند آنها را به آسانی منفجر کند و تخریب کند. در ادامه میگه ما همیشه دنبال آن چیزهایی هستیم که تنها و مینویسه تو پرانتز فقط برای اسرائیل خوب یا مفید باشند. دیگران به جهنم. و یک واژه‌ای به کار میبره، گوئیم. گوئیم یه واژه عبریه که یه واژه تحقیرآمیز برای اشخاص غیر یهود. و یه جمله میگه که من هم خود جمله رو براتون بخونم. میگه که When I am sitting with my friend, he is not sitting with his friend. خیلی جالبه. میگه من موقعی که با دوستم نشستم، اون با دوستش نشست. یعنی میگه من دوست اون نیستم. این هر اندیشه و کسایی که میخوان بیشتر درباره این نوشته بدونن، از کتاب By Way of Deception. اما اسرائیل برای دستیابی به اهدافش از هیچ کاری و حرکتی مزایقه نمیکنه. چند نمونه رو با هم دیگه نگاه میکنیم. من همه اینایی که اینجا بیان میکنم بهتون میگن در کدوم سند و کتاب میتونید پیداش کنید. دو پژوهشگر و نویسنده یهودی آمریکایی که هر دو استاد حقوق سیاسی هستند، یکیشون در دانشگاه شیکاگو و یکیشون در هاروارد، می‌نویسند بعضی اوقات رفتار اسرائیل با آمریکا رفتار یک دوست و متحد نیست، برای اینکه راه‌هایی را طی می‌کند که تنها به نفع اسرائیل و حتی بر ضرر سیاست آمریکاست. و یه مثال می‌زنه در مورد ماجرای لاوان. در سال 1954 ماموران موساد و ماموران وزارت دفاع اسرائیل میان یک چندین مراکز آموزشی و کتابخانه و دفتر و سینما و اداراتی که متعلق به آمریکاست در مصر میرن که بمبگذاری کنن که اینا رو منفجر کنن، با آتیش بکشن. و این هنوز به اون نتیجه آخری نرسیده، یعنی انفجارها به وجود نیومده، دستشون رو میشه و این دسیسه و توطئه به نتیجه نمیرسه. و هدفشون این بوده که ما بین مصر و آمریکا رو به هم بزنن. این برای کسایی که علاقمندن بیشتر برای این مورد بدونن، از کتاب The Israel Lobby. بریم یه داستان دیگه. 8 جون 1967 طی جنگ شش روزه اسرائیل با مصر، هواپیماها و ناوچه‌های اژدرافکن اسرائیل به یک کشتی اطلاعاتی آمریکا به نام USS Liberty که در آبهای بین المللی نزدیک شبه جزیره سینا بوده حمله می کنند و ساعتها از روی این کشتی پرواز می کنند، با بمب و مسلسل می زنند و قایق هم با اژدرافکن کشتی رو می زدند. کشتی هم کشتی جنگی نبوده، کشتی اطلاعاتی بوده، بهش که فارسی می گیم استراقسم، و البته استراقسم فارسی نیست، شنود میگن. کشتی جاسوسی بوده حقیقتا، شنود کاملا کشتی جاسوسی بوده ولی بی‌دفاع بود و مسلح نبود. و در این واقعه 34 تن کشته و 171 ملوان مجروح میشن. اسرائیل ادعا میکنه که اشتباه کرده و عذرخواهی میکنه. ناخدای کشتی میگه که روز روشن آفتابی، نام کشتی بسیار بزرگ در هر دو طرف، پرچم چند متر در چند متر بالای کشتی، پرچم آمریکا. میگه
در ضمن اگر تنها یک بار از روی کشتی پرواز کرده بودند، احتمال کوچک داشت که نفهمیده بودن این کشتی آمریکاییه. ولی ساعتها با فاصله بسیار کم از روی کشتی پرواز کردن و کاملا میدیدن که این کشتی آمریکاییه. این مسئله میاد در آمریکا مورد بررسی قرار میگیره و وزیر امور خارجه آمریکا دین راسک میگه نه اشتباه بود و نه یک مسئله محدود به فرمانده اون گروهی بود که حمله کرده بود. یعنی منظورش اینه که از اون مقامات بالا دستور داشتن. میگه کشتار و خونریزی و خسارت وارده به قدری بود که تنها نمایانگر یک هدف بود، نابودی و غرق کشتی. این وزیر امور خارجه آمریکاست. بعد رئیس CIA اون زمان ریچارد هلمز بوده، میگه در ذهن این ریچارد هلمز، اولا که گفتار وزیر امور خارجه رو تایید میکنه، میگه در ذهن دین راسک حمله حمله عمدی و برای جلوگیری از فاش شدن حقایق مربوط به جنگ بود. اون جنگی که اسرائیل داشت میکرد، تمام حقایق رو میشد اگه این کشتی رو نابود میکردن. و کسانی که علاقمندن، یک کتابی هست به نام Attack on the Liberty. میرسیم داستان بعدی. گفتم چند نمونه میخوام بگم برای اون شعاری که براتون تکرار کردم. یه مأمور بلندپایه موساد در مورد بمبگذاری در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت در تابستان 1983 میگه، این خودشون زمان توی بیروت بوده، میگه که یک خبرچین، فکر کنم درست میگم، استول پیجن به انگلیسی میگن، کسی که میاد خبرها رو تحویل میده به دشمن، یک خبرچین با سابقه لبنانی که برای ما تو پرانتز موساد کار میکرد، اطلاع میده که یک کامیون بزرگ بنز با مشخصات و رنگ و همه چی دارن توی گاراژی زیرش رو طوری میسازن که بتونه چند بمب بزرگ رو هم کن، و میگه که این به قدری بزرگه که هدف باید خیلی بزرگ باشه. موساد با اطلاعی که داشته در بیروت میگه تنها چند هدف، 3 تا 4 تا هدف وجود دارن که میتونه این بهشون حمله کنه، به این بزرگی هستن، که یکیشون پایگاه مورینهای آمریکاییه. و بعد این مأمور موساد میگه پرسش اینجاست که ما این مشخصات با آمریکایی‌ها بدیم یا ندیم. بعد میگه که این تصمیم من نمیتونم بگم، بعد از خود موساد اسرائیل بپرسم. با تل‌آویو تماس میگیره و فرمانده یا رهبر موساد آدمونی میگه که نه، لازم نیست که مشخصات کامیونیان بدهید، ما آنجا نیستیم که از آمریکایی‌ها حفاظت کنیم. 23 اکتبر 1983 ساعت 6:20 صبح همون مرسدس با اون مشخصات میره به طرف فرودگاه و نگهبانان مسلح اسرائیلی حرکتشو داشتن زیر نظر داشتن تا اینکه میرسه به فرودگاه. وقتی میپیچه یک دونه نگهبان مورین اینو میبینه، ولی میبینه شوساره سرعت میگیره ولی قبل از اینکه بتونه خبر بده، این میرسه به پایگاه، منفجر میشه و همینطور که میدونین تعداد زیادی رو میکشه و اون پایگاه رو کنف و یکون میکنه. بسیار ممنونم. دوستان روی فیسبوک سوالاتی میکنن، بعضیاش به صورت سوال نیست، به اصطلاح خبریه. مثلا آقای فرخ سپهرار با وجود که میپرسن آیا میدانید که مصدق در کشتار خوزستان یا تنگستان دست داشت؟ من نمیدونم. حالا شما بعد آقای ری شریف بفرم جام سرویس جانم. داستان چیه بهش میگن؟ تیشی و شقایق. داستان اینه، کسانی که میخوان رد گم کنن، و این یکی از کارهاییه که موساد میکنه و یاد داده به ملت، میان سنگ میندازن که مسئله رو گم کنن. متاسفانه به نظر من جای تأسفه.
اگه دوست داشته باشه من مثالای دیگر میزنم، اگر نه هر چی که دوست دارین دربارش بگم. نه مهم نیست. راجع به اون میگن آقای گودرزی و خانم شقایق و هم چه ربطی داره؟ قرن 21 آدم ها مؤدب شدن دیگه، اون چیزها رو استفاده نمی کنن. در هر صورت آقای ری شریف میگه که در مورد 11 سپتامبر چطور، منظورم نقش اسرائیل. اینم فیلم های بسیاری روی یوتیوب و اینها هست که میتونن ببینن. ولی یه چیزی شما گفتید، اون برنامه اسرائیل و موساد، و وقتی که فکرش میکنیم درست، این همون شعار مجاهدین هست که هدف وسیله را توجیه میکنن. یعنی بله از اون شعار آخونده. ببینید داستان اینجاست، این آقایی که راجع به سپتامبر 11 سپتامبر اشاره کردن، من هدفم اینه، من فکر کنم شما با گفتگوهایی که با هم داشتیم و مطالب من و کتاب میدونین که من فقط بر اساس اسناد و شواهد تاریخی صحبت میکنم و مینویسم، چون که راجع به 11 سپتامبر تئوری های توطئه زیاده، من اصلا دربارش گفتگویی نمی کنم و ادعایی نمی کنم. ولی اینا که خدمتتون میگم همش بر اساس واقعیت های تاریخی و مستنده، و میتونم هم کتاب ها رو بگم هم حتی میتونم به دوستان نشون بدم. به هر حال اگر دوست دارین میتونیم ادامهش بود. من ممنونم از شما، اگر صحبتی دارید باز بفرمایید گوش میدم. بله اما حرف آخر این آقای فرمانده موساد اینه که میگه که اگر ما به آمریکا اطلاع میدادیم خبرچین ما لو میرفت و کشته میشد، و دفعه بعد کسی نبود که بیاد چنین اطلاعاتی رو با ما بده. کسایی که علاقمندن اینو بیشتر مطالعه کنن، اسم کتاب هست By Way of Deception. پژوهشگر و نویسنده یهودی آمریکایی این جمله موساد تکرار میکنه، میگه اسرائیل برای پیشبرد مقاصد خود از هیچ چیز نمیگذرد و به هر کار دست میزند. میگه حتی آمریکا مهمترین و بزرگترین حامی اسرائیل و در بیشتر موارد تنها پشتیبان اسرائیل در جهان، از گزند جاسوسهای اسرائیل در امان نیست. این جاسوسی ها که به وسیله کلیمیان آمریکایی انجام میگیرد، صدمات شدیدی به برتری تکنولوژی در تعادل قدرت در مقابل دشمنان و رقبای خارجی به آمریکا زد. در بعضی موارد بنا به اقرار متخصصین نظامی و اطلاعاتی، نتیجه 25 سال تکنولوژی نظامی و اطلاعاتی برتر را خنثا کرده است و در حال حاضرم چندین جاسوس اسرائیلی که اکثرشون کلیمی آمریکایی هستند در زندان‌های آمریکا به سر می‌برند، و این در کتاب The Israeli Lobby میتونن بیشتر مطالعه کنن. بسیار ممنونم. من این خبر رو تو تلویزیونم شنیدم که چندین بار توی این 32 سالی که من اینجا هستم چندین نفر رو به اتهام و به جرم جاسوسی برای اسرائیل، حتی بعضی هاشو خود همین نخست وزیرای اسرائیل و اینا آمدند و خواهش کردند و آزاد کردند، و یه مقداری هم به اصطلاح با هم بدو بستون دارن، یکی این آزاد میکنه یکی اون. و همون چیزی که شما گفتید که من اگر با دوستم نشستم اون با دوستش ننشست. بله بفرم. این داستان هم جالبه. اریل شارون در سال 2002 آقای مایر داگان که فرمانده گروه های ویژه ضد ترور بوده در اسرائیل، ایشون رو میکنه رئیس موساد و ازش میخواد که شخصا پروژه از هم گسیختن تسلیحات هسته ایران رو در دست بگیره. داگان میگه پس از مطالعات بهترین راه مشکل ترین بود و اون این بود که شناسایی دانشمندان متخصص اتمی و موشکی ایران، پیدا کردن و کشتن آنها. داگان میگه ما محل دقیق 15 تن از آنان را مشخص کردیم. 6 تن از آنان را در حالی که از منزل به طرف
محل کارشان می رفتن با بم که مأمور موتور سوار ما هم می کرد به ماشینشون بس کردیم و کشتیمشون. دیگه در ضمن یک ژنرال فرمانده سیستم موشکی سپاه پاسدارانو در دفترش منفجر کردیم که 17 تن از همکارانش هم اونجا بودن. کسانی که علاقمندن اینو بیشتر در باردش مطالعه کنن، یک کتابی هست که هم امسال چاپ شده، Rise and Kill First. سپاس بذار. بسیار ممنونم دوستان عزیز. اگر سوالی دارید یا نظری دارید درباره صحبتهایی که آقای لادن گفتند اینجا یا توی وبسایتشون، ممکنه به ویدیوی نوشته برخورد کنید، میتونید مستقیما با خودشون تماس بگیرید، آدرس ایمیلشون اونجا هست، یا اینکه اگر میخواین پیامی بذارید پیام بذارید اینجا پخش میکنم یا برایشون میفرستم، در برنامه‌های آینده با شما در این مورد صحبت میکنم. من باز هم ممنونم که با ما بودید و امیدوارم که بتونیم هر هفته شما رو داشته باشیم تا از شما چیزی یاد بگیریم. خیلی ممنون آقای لاله. سپاسگزارم از فرصتی که به من دادین. روز خوش. به امید دیدار. مرسی.